بسم الله الرحمن الرحیم. امسال در ایام سالروز فرار شاه معدوم مواجه هستیم با یک حادثه شبیه اون حادثه در سطح دیگری از جهان. اون روز در 26 دی ماه فرار اون مزدور نمادی بود برای رسوایی و پایان استبداد و استعمار خارجی در ایران. و امروز هم ما با یک پدیده کم نظیری از سقوط یک مستبد دیگر مواجه هستیم در آمریکا. و اونجا هم امروز بحث پایان یک دولت و آغاز یک دولت جدید نیست. در اونجا هم امروز یک سقوطی را ما می‌بینیم همراه با سرافکندگی و رسوایی از سوی کاخ سفید و نشان این که در دنیا قلدر مآبی، نجات پرستی و زیر پا گذاشتن قانون پایان خوبی نخواهد داشت. و ما در طول این 3 سال گذشته که مردم عزیز و صبور ما در برابر این تروریست بزرگ تاریخی مقاومت کردند و علی‌رغم اینکه اونها می‌خواستند 3 ماهه نظام را سرنگون کنند، خودشون با رسوایی سرنگون شدند و این روزها در واقع پایان یک دولت نیست، ما شاهد شکست یک سیاست هستیم. سیاست فشار حد اکثری نسبت به یک ملت بزرگ، شکست سیاست تروریسم اقتصادی که اونها میخواستند زندگی مردم رو به هم بریزند. و ما داریم میبینیم در پایان این 3 سال جنگ و خشونت و اقدامات تروریستی، امروز ما در کشور شاهد احیاء اقتصاد کشورمون هستیم. امروز در پایان سال 99 ما شاهد یک حرکت با ثبات در اقتصاد کشور هستیم علی‌رغم همه فشارها. انتظارات تورمی امروز به گونه ای هست که شرایط دیگری رو پیدا کرده. مردم یک افق روشنتری رو در پیش چشم خود می‌بینند و شاهد اون هستند. و از طرف دیگر وضعیت رشد اقتصادی ما تغییر کرده، یعنی ما در سال 99 علی‌رغم فشار، علی‌رغم کرونا، ما شاهد اقتصاد مثبت در 6 ماه بودیم و در پایان 6 ماه دوم هم همه علائم به ما میگه که اقتصاد با نفت، اقتصاد بی نفت مثبت خواهد بود. و از طرف دیگر ما حرکتی که امروز در تولید در جامعه می‌بینیم، هم در بخش کشاورزی هم در بخش صنعت، ما شاهد اون هستیم که در بخش صنعت 6.5% رشد داریم ما. این نشون میده که اون جهش تولید، رونق تولید چیزی است که ما داریم مشاهده می‌کنیم و می‌بینیم در جامعه خودمون. در صنعت ساختمان که شاهد یک رکود بودیم، امروز شاهد یک حرکت مناسب هستیم. در ساختمان‌های مناطق شهری شاهد رشد هستیم، 4.2% رشد پیدا کرده. این علامت بسیار خوبی است وقتی مسکن حرکت میکنه. پیشران حرکت در بسیاری از مشاغل و صنایع هست و حرکت خوبی رو ما میتونیم شاهد باشیم. در
تجارت کشور ما شاهد رشد هستیم، حتی رشد در صادرات هستیم ما در ماه‌های اخیر، و همه این حقایق این واقعیت رو به ما میگه که سیاست فشار حداکثری و تروریسم اقتصادی آمریکا با شکست قطعی و حتمی مواجه است. حالا غیر اینکه طراحان این سیاست هم در حال سرنگونی هستند، نه اینکه دولتشون تمام شده، حیات سیاسیشون برای همیشه تمام شده. کشوری که ما میبینیم یک رئیس جمهوری که فهم سیاسی نداشت بر کشور مسلط شده بود، حالا متاسفانه یک وزیر خارجه صفی هم در کنارش قرار گرفته بود، یک مشاور امنیت ملی افراطی نادان هم در کنارش قرار گرفته بود، خودش هم که حالا تفکرش تفکر تاجر مآبی و تفکر قماربازی و با این تفکر کار رو پیش می برد، پایان کار رو ما دیدیم. این خیلی مهمه. در روزی که مردم ایران احساس پیروزی در برابر این فشار و این تروریسم رو شاهد هستند، مردم آمریکا شاهد یک شکست بزرگ در زندگی اجتماعی و سیاسی خودشون هستند، شاهد یک شکاف بزرگ در داخل آمریکا. و اون چه که ما میگفتیم یک آدم قانون شکن وقتی نسبت به ملت‌های مظلوم و مستقل دنیا داره قانون شکنی میکنه، یه روزی نوبت خود ملت آمریکا هم فرا میرسه. کسی باور نمیکرد که این آدم قانون شکن نسبت به ملت خودش، نسبت به امنیت خودش، نسبت به مرکزی که مرکز قانونگذاری خودشون میدونن در کنگره، اونجا هم دستور آشوب بده، اونجا هم مردم رو تحریک بکنه علیه همون دموکراسی که حالا خودشون معتقد هستن، تو همون چارچوبی که معتقد هستن. این مسئله روشن شد که مسیر شکست قانون، مسیر زیر پا گذاشتن تعهدات، مسیر زیر پا گذاشتن مقررات بین المللی، نه پایانش به نفع ملت هاست، نه پایانش به نفع خود ملت آمریکا بود. خود ملت آمریکا هم شاهد بود که این آدم چه صدمه هایی زد. حیثیت آمریکا در دنیا تا بخواد به روز قبل از ترامپ برگرده سالیان دراز طول میکشه. اعتماد جهانی بخواد با آمریکا برگرده سالها طول میکشه، و این خسارت بسیار عظیم و بزرگی بود که مردم آمریکا در این روزها به طور کامل براشون ملموس هست و شاهد هستن. من در اینجا میخوام به یک نکته دیگرم تأکید کنم نسبت به اون رسانه هایی که در خارج ضد ایرانند و همیشه ضد منافع ملت ایران حرف میزنن. حالا ممکنه یک چند نفری در داخل هم از این گونه حرف ها تکرار بکنن، اما منشأ اونا هستن. به جای این که بگن آمریکا چه ظلمی به ملت ایران روا داشت، دنبال نادیده انگاری همه ظلم ها و فشارهای آمریکا هستند. اصلا میخوان یک پرده ای بندازن گویی آمریکا علیه ملت ایران ظلمی، فشاری، توطئه‌ای، جنایتی انجام نداده. این مدیران کشور ایران بودن که ضعیف شدن یه مرتبه، و این حرف ناروای غلط امروز به خوبی آشکار شده. من میخوام یه معیار برای مردم ایران روشن کنم. اونایی که میگن که مدیریت چند درصد مشکل درست کرده، تحریم چند درصد مشکل درست کرده، من یه معیار میخوام بدم مردم این معیار رو مد نظر قرار بدن. سال 95، سال 99، این دو تا سال رو کنار هم قرار بدم. هر چه در سال 95 بوده، در همون مدیرایی که 95 رو اداره کردن، همون مدیرا دارن 99 رو اداره میکنن.
با همون قدرت، با روحیه بهتر، با توانمندی بیشتر، با تجربه بیشتر. فرق 95 و 99 هر چه هست مال جنایت آمریکاست. این تفاوت هر چه که هست مربوط میشه به تروریسم آمریکا، مربوط میشه به تحریم، مربوط میشه به فشارهای ظالمانه و غلط و نابجا. البته در این راه ناموفق بودن، اما رنج فراوانی هم برای ملت ما درست کردن. ملت ما صبوری کرد، ملت ما ایستادگی کرد، ملت ما خم به ابرو نیاورد، ملت ما در برابر این فشار زانوش خم نشد، ایستاد مقاوم. اما در این حال فشار زیادی هم به مردم وارد شد. هر چه مشکل هست اصلا نمیگن آمریکا، اصلا چیز عجیبیه. هر مشکلی پیدا میشه میگن دولت چرا اون کاری کرد، دولت چرا این کاری کرد. بابا این دولت همون دولت سال 95، این دولت همون سال پایان 94، این دولت همون دولت آغاز 96، این دولت همون دولته. اون چه تفاوت ایجاد شده تحریم ظالمانه علیه یک ملت بزرگ بوده. امروز ما کاملا مطمئن هستیم که مقاومت مردم، ایستادگی مردم پایانش نمایان خواهد شد. ما در ماهای آینده نتیجه این صبر و مقاومت و ایستادگی رو خواهیم دید. دولت آینده آمریکا به هر سیاستی که معتقد باشه کامل میدونن. اینایی که حکومت آمریکا رو در چند روز آینده به دست میگیرن کامل براشون روشنه که سیاست فشار حد اکثری 100% شکست خورده. بنابراین ادامه اون راه امکان ناپذیره. حتی اگر ترامپ هم موفق میشد، او هم علارغم اینکه مسائل سیاسی رو نمیفهمه، ولی این مقدار میفهمید که این سیاست غلط بوده و او رو وادار به شکست کرده. بنابراین شرایط امروز ما شرایطی است که ما باید افق آینده رو افق روشنتری ببینیم. البته اون چه ما رو به این نتیجه رسونده هم صبر مردم بوده، هم درایت رهبری بوده، هم تلاش دولت بوده، هم همکاری قوای دیگه بود. همه با هم دست به دست هم دادیم و امروز ما این محصول رو شاهدیم که در طول این 3 سالی که حالا اونا در فکر این، در مخیله اونها این بود که 3 ماه بعد دیگه دولت جمهوری اسلامی ایران نیست، تو مخیلشون این بود. نمیفهمیدن که این ملت 3 سال بعد هم مقاوم ایستاده و اونا هستن که سرنگون میشن، اونا هستن که پایان غم انگیز برای زندگی سیاسی خودشون دارن رقم میزنن. بنابراین ما مطمئن هستیم که راهی که ملت ما انتخاب کرده، هم امسال خداوند ما رو در برابر این فشارها موفق میکنه و هم در برابر ویروس کرونا و انشاءالله موفقیت به دست میاریم. تلاشی که مردم ما انجام دادن در این ماهای اخیر، در ماه آذر یک کار بزرگی در کشور ما انجام گرفت و یک حجمه بزرگی که در کشور بود ما شاهد بودیم در دیما فرونش است که میتونست مردم ما رو بسیار دچار مشکل بکنه. همکاری مردم بود، ایستادگی مردم بود، هماهنگی مردم بود. البته کادر درمان ما هم مثل همیشه فداکارانه در خط مقدم ایستادن. و من باز چندین باره باز تأکید میکنم مردم به ما بدونن، همین امروز هم در دولت بحث شد که ما غیر از کوواکس، واکسن‌های دیگری که امروز در دسترس ماست و وزارت بهداشت ما اونها رو تعمیم میکنه، بانک مرکزی ما امروز در جلسه رسما اعلام کرد که من مشکلی برای تامین ارز و پرداخت ارز ندارم. بنابراین همه تلاش انجام میگیره انشاءالله برای اینکه زودتر در کشور ما واکسیناسیون آغاز بشه و شروع بشه، طبق فازبندی هایی که قبلا اعلام شده و مسبب شده انشاءالله انجام میگیره. اما نکته دوم، در امسال، پایان امسال، در همکاری ما و مجلس و برای
تاثیرگذاری در سرنوشت زندگی مردم در سال آینده لایحه بودجه لایحه بسیار مهمی هست. همه مردم ما میدونن لایحه بودجه یک لایحه تقنینی معمولی نیست. در یک لایحه تقنینی ما میدیم به مجلس که قانون گذاری بکنه، قانون های میگذرونه که اون قانون هم خب دائمی میشه دیگه، حالا تا قانون بعدی بیاد نسخ بشه اون قانون حاکمه. اما بودجه یک لایحه‌ای هست، درست قانون هست اما بیشتر رنگ اجرایی داره. در لایحه بودجه پیش بینی منابع هست و شیوه مخارج. حالا یک تأسف اینجا هست، هم تو لایحه بودجه همیشه هست، تو مخارج وقتی چیزی گفته میشه جا میفته 100% میشه، تو درآمد چیزی که گفته میشه خب باید تلاش بشه حاصل بشه، معمولا ممکنه با کم و کسری ما مواجه بشیم. البته در یک شرایطی هم ممکنه شرایط بهتر از پیش بینی باشه، حالا اینا معمولا استثناء است. بنابراین ما حواسمون در بودجه باید جمع باشه چگونه عمل میکنیم. ببینید قانون اساسی در بودجه با یک لحن خاصی حرف زده، گفته لایحه بودجه رو، اولا بودجه لایحه است، طرح نمیتونه باشه، حتما باید دولت این لایحه بده، لایحه است و این لایحه‌ای که دولت تهیه میکنه و آماده میکنه و تقدیم میکنه مجلس باید رسیدگی و تصویب بکنه. تعبیر قانون اینه، لایحه دولت را مجلس رسیدگی و تصویب بکنه. پس ما خیلی برای ما مهم همکاری ما و مجلس در این مقطع، ما کمیسیون تلفیق، ما همه نمایندگان، ما کمیسیون‌های مختلف مجلس، دولت باید فعال بشه. دیروز هم ما بخشی از مباحث ما در جلسه رؤسای سه قوه راجع به بودجه بود که باید چیکار بکنیم. البته ما باید همکاری کنیم، مجلس باید با ما همکاری کنه. دلمون میخواد بودجه جوری در بیاد که مطلوب جامعه و مردم و به نفع مردمه. مردم ما میدونن طبق اصل 126 قانون اساسی امور برنامه و بودجه، نه دولت، امور برنامه و بودجه کشور مستقیما به عهده رئیس جمهوره. یعنی هیچ جایی همچون تعبیری با این قرصی و محکمی قانونگذار انجام نداده، میگه بودجه و برنامه مستقیما به عهده شخص رئیس جمهوره. به این نکته هم ما باید توجه کنیم، بودجه از اموری است که مربوط به رئیس جمهوره. منتها این بودجه در دولت البته بحث میشه، بررسی میشه، تدوین میشه، به صورت لایحه در میاد، مجلس همون رو بررسی میکنه و به تعبیر قانون اساسی رسیدگی میکنه و تصویب میکنه. این همه مراحلش درسته، اما حواسمون باید جمع باشه بودجه با قانون عادی فرق میکنه، لایحه بودجه با لوایح تقنینی معمولی متفاوت هست و بنابراین اون چه باید در مجلس تصویب بشه لایحه دولت باید تصویب بشه، نه طرح مجلس، نه پیشنهاد نمایندگان. یعنی ماهیت و کلیت بودجه باید این باشه، هر که نگاه میکنه بگه لایحه تصویب شد. حالا طبیعی است وقتی لایحه تصویب میشه کنار یه گوشه اصلاحاتی هم توش انجام میگیری، چیزی کم میشه زیاد میشه. قدیم ما در مجلس اون 20 سالی که ما در مجلس بودیم همیشه میگفتیم که تغییری که مجلس میده نسبت به لایحه بودجه دولت بین 2 تا 3% این 2% و 3% چیز بود که هر سال ما تکرار میکردیم، معمولا هم کمی وقتی مقایسه میکردیم همین بود تقریبا. من از نمایندگان محترم مجلس خواهش میکنم که نسبت به این بودجه باز هم همکاری کنیم، هماهنگی کنیم، یه بودجه دقیقی تصویب بشه. اولا خطر اینه خدای ناکرده یک درآمدهایی در بودجه سبز بشه که این درآمدها با واقعیت خیلی منطبق نباشه، خیلی خسارت باره.
چون درآمد در بودجه هزینه قطعی برای ما درست میکنه و درآمدی که واهی باشه خب یعنی کسر بودجه، یعنی پایه پولی، یعنی تورم، معنی دیگه نداره. به هر حال این خیلی با ما باید مراقبت کنیم همه ما در این جهت. مورد بعدی که مورد تأکید ما هست در لایه بودجه ما دقت کردیم این که قدرت خرید مردم رو ببریم بالا سال آینده، مثلا حدود 20% 25% قدرت خرید مردم رو ما ببریم بالا در سال آینده و فشار جدیدی به مردم وارد نشه. تولید برای ما بسیار مهمه، تولید باید در مسیر رونق، در مسیر جهش باشه. خب مالیات باید متعادل باشه، اگر یه مالیاتی در یه جایی بخوایم اضافه بکنیم اون مالیات بخواد، ته مالیات یعنی کجا؟ یعنی مردم. مالیات زیاد درسته، ما از تولید کننده گاهی مالیات میگیریم، از مصرف کننده گاهی مالیات نمیگیریم، ولی تولید کننده اونه بر میگردن رو قیمت کالا، آخرش بر میگردن رو مصرف کننده. پس خیلی مهمه، حتما هم باید مالیات بگیریم از تولید کننده، از کسی که درآمد داره، هم باید متعادل باشه، هم باید فشار نهایی رو ببینیم به کجا وارد میشه، چه مقدار به مصرف کننده فشار وارد بشه. نکته دیگری که من میخوام تأکید کنم ارزش پول ملی است. ارزش پول ملی برای ما خیلی مهمه. ما یکی از مسائل بسیار مهم در لایه بودجه 1400 این بوده که ارزش پول ملی رو بردیم بالا، یعنی در حالی که در کشور مثلا قیمت دلار حدود 23000 تومان 24000 تومان مثلا این حدودا، کمی بالاتر کمتر این حدودا بوده، ما قیمت دلار رو برای سال آینده حدود 12000 تومان دیدیم، 11500 تومان دیدیم. افق آینده رو اینچنین دیده دولت و روشن دیده. حالا اگرم یک کم بیشتر باشه این دلار، خب درآمد دولت میره بالا. ولی به عکس، اگر شما قیمت دلار رو بالا نگه داری، بالا در نظر بگیری، سال آینده قیمت دلار بیاد پایین که تصمیم ما این قیمت دلار رو بیاریم پایین و متوازن کنیم و متعادل کنیم. چون مشکلی که ما امسال داشتیم این بود که بانک مرکزی ما منابعی که داشت در دسترسش نبود. این روزا شما راجع به یک کشوری زیاد شنیدید به مناسبت هایی که 7 میلیارد دلار ما در بانک یک کشوری همجور حبس روش قفل کردن. اگر منابع در اختیار بانک مرکزی ما قرار بگیره، همین منابع اگر فردا صبح نه درآمد جدید نه نفت جدید، همین منابع اگر آزاد بشه، قیمت دلار ما میاد از 24-25 تومان میاد حدود 16 تومان 15 تومان میاد پایین. منابع در اختیار ما قرار بگیره، این قیمت واقعی نیست، مردم ما بدونن این قیمتی که امروز در نیما هست واقعی نیست، در بازار هست واقعی نیست. منتها بانک مرکزی ما برای اینکه اعمال سیاست کنه یه مقداری دستش بسته. ما در بازار آزاد دست ما بازه، هر مقدار اسکناس لازم باشه وارد بازار میکنیم، دست ما بازه. اما در مواردی که حواله است، خب یه مقدار دست ما بسته. این دست ما امروز البته نسبت به 2 هفته پیش بازتره، شرایط ما بهتره امروز، آینده هم بهتر میشه قطعا، من تردید ندارم شرایط ما بهتر میشه. بنابراین من خواهش میکنم از نمایندگان محترم مجلس که باز همکاری و هماهنگی رو با هم انجام بدیم. و من یک نکته دیگر دارم که میخوام روش تأکید بکنم و اون این که در لایحه بودجه است، قانونگذاری در لایحه بودجه نباید انجام بگیره. خود شورای محترم نگهبان در این زمینه بسیار حساسه. ما اون سالهایی که در مجلس بودیم هر چیزی رو که خب راحت تر، خب آخه بودجه قانونگذاری تو بودجه راحته، شما یه پیشنهاد میدی، یه نماینده پیشنهاد میده، یه رأی میگیره، یه قانونی که باید لایحه بشه تو دولت بحث بشه، بره شور اول، بره شور دوم بحث بشه، برای یه دفعه با یک رأی، با یک قیام و قعود میشه قانون. یک بندی رو، یک تبصره‌ای رو اضافه میکنن، اونم مخصوصا در ساعات آخر و
حالا اون وقتا ما سه شیفته کار میکردیم در بودجه، شب و ساعتها آخر شب و اینها، یه نفر نماینده پیشنهادی میداد، اون پیشنهاد تصویب میشد و میشد قانون. شورای نگهبان بعد دقت کرد روی این مسئله و بسیاری از این موارد جلوش گرفت، گفت در لایحه بودجه همون مسائل بودجه مالیه است، باید دخل و خرج روشن بشه، هیچ جایی نیست که شما بخواید در لایحه بودجه قانون گذاری کنید. بنابراین من باز هم خواهش میکنم از نمایندگان محترم مجلس، قانون دست مجلس بازه، ما لایحه میدیم، اونا هم قادر هستن طرح بدن، در آینده هر قانونی میخوان به هر حال اصلاح میکنیم، تصویب میکنیم، همدیگر رو یاری میکنیم، کاری بکنیم که در لایحه بودجه قانون گذاری نشه. و نکته آخر، اقتصاد مردم، تولید جامعه، حرکت جامعه وابسته به امنیت. امنیت که ما میگیم، بعضیا فکر میکنن که یعنی بگیر به من باشه، بگیر به من نباشه، یعنی تو خیابون دعوا نباشه، بمباران نشه، نه، امنیت مهمش اینه که این قانون و مقررات تثبیت باشه. یعنی یه قانون که ما وضع میکنیم، وقتی میدیم به مردم، وقتی به سرمایه گذار میگیم آقا تو اینجا بیا پتروشیمی تولید کن، خوراکت اینجوریه، مشخصات اینجوریه، حالا فردا وزارت نفت بگه آقا من تصمیم گرفتم که لوله گاز من اینجا تغییر بدم به یه مسیر دیگه، میشم چیزی؟ این که یعنی ناامنی بزرگ، یعنی هیچ که دیگه سرمایه گذاری در کشور نکنه. ما بذاریم مردم اطمینان داشته باشن بر اون مبانی که سرمایه گذاری رو انجام دادن، بر همون مبنا بتونن ادامه بدن. یه وقتی خدای ناکرده در شبی، روزی در مجلس چیزی تصویب نشه که امید مردم، اعتماد مردم، امنیت مردم رو در سرمایه گذاری، در تولید، در تجارت، در حرکت، حرکت‌های اقتصادی دچار مشکل نکنه. ولی اینکه اگر دچار مشکل بشه، خب کسی حاضر نیست سرمایه گذاری بکنه. اون امنیت سرمایه گذاری اول مال مجلسه، قانون وضع نکنه هر روز، مال دولته، هر روز آیین‌نامه ها رو عوض نکنه، بعدم مال قوه قضاییه است. اینا هر سه همه باید دست به دست هم بدیم امنیت درست شه و همه باید در کنار هم باشیم. البته من خواهش میکنم به این امنیت هم ما توجه بکنیم، یعنی چیزایی که به مردم قول دادیم، دولت به مردم قول داده، مجلس به مردم قول داده، قانون به مجلس به مردم قول داده، یه وقتی در لایحه بودجه تغییرات ایجاد نشه که این امنیت به هم بخوره. ما انشاءالله آماده ایم، یعنی دولت همطوری که لایحه رو آماده کرده، به خوبی این لایحه رو آماده کرده. ما میدونیم که در سال آینده بیش از 5 ماه تقریبا کاری که عملا یعنی تا دولت بعد بیاد رو کار میشه شهریور تقریبا، حالا ریاست جمهوری و تحلیف و اینا یه مقدار زودتر البته انجام میگیره، اما تا دولت بعدی از مجلس رأی اعتماد بگیره و دولت 13 تشکیل بشه و شروع به فعالیت کنه، حدودا 5 ماه 6 ماه از وقت سال آینده میگذره. بنابراین هم ما باید مجری قانون باشیم، هم دولت آینده باید مجری قانون و لایحه باشه. انشاءالله امیدوارم با همکاری هم ما بتونیم به بهترین وجه انشاءالله این لایحه در مجلس تصفیب بشه و ما هم بتونیم آیین نامه لازم رو بنویسیم و اجرا بکنیم انشاءالله، و شرایط بهتری در انتظار مردم در سال آینده باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.